فقط می دونستم که درد شدیدی داشتم و تنفسم خیلی سخت بود. اما متوجه شدم به خاطر حالا اشرافی که مقدار داشتم متوجه شدم که خونریزی اگرم هست داخلی. تا دیگه خلاصه یه لحظه که احساس کردم دوربرم یکم داره خالی میشه. توی همین لحظات مواظب بودم که خلاصه این دشمن نیاد منو تکی خلاصه گیر بیاره و اسیر کنه. دیگه آماده بودم که اگر اونا رو بالای سرم ببینم، این کلاشم هم روی سینم بود، گذاشته بودم که اگر به وقت دشمن بالای سرم اومد شلیک کنه، که در همین اسما بچه های خودمون سر رسیدن. دیگه توی اون نقطه من احساس راحتی کردم، دیگه به مقداری فکر میکنم از توش رفتم، ولی چون تنفس خیلی سختی داشتم دو مرتبه به هوش اومدم که دیگه منو منتقل کردن پشت جبهه و بعدم بیمارستان. خبر این شما دقیقا بیاد داریم که کی متوجه شدیم که یکی از پاهاتون رو از دست دادیم؟ راستشو بخواییم توی بیمارستان وقتی که رسیدیم یادمه که چیز کردن، بلافاصله من بردن تو اتاق عمل. توی اتاق عمل اونا یک سری جراحات و در واقع جلوی خونریزی و این چیزا رو گرفته بودن و بعد منو منتقل کرده بودن به بخش تا ببینن بعد چی کار میتونن بکنن. من همینطوری که در واقع بعد از اینکه به هوش اومدم و یکم با بچه هامو صحبت کردم و اینا، تلاش کردم پامو تکون بدم و دیدم تکون نمیخوان. بعد دکترها اومدن برای اینکه عملای بعدی رو باید انجام میدادن و گلوله هنوز تو بدن من بود،